شماری از ساکنان بادغیس زیر این سقف گرده هم آمده تا حمایت و پشتیبانی خیش را از حکومت وحدت ملی اعلام کنند. این افراد وجود جزایر قدرت در افغانستان را به نفع مردم نمی‌خوانند و از حکومت می‌خواهند تا برای برچیدن گلیم اختلاف‌ها میان احزاب و گروه‌های مختلف اقدامات اساسی روی دست بگیرد. ما مردم بادغیس همین طوری که جمع شدیم با بادغیس پشته باشیم از دولت خود، ما از دولت خود حمایت میکنیم، از سرباز خود، از گروه خود، از دولت خود ما حمایت میکنیم، حمایت کردیم، عمال ما حمایت میکنیم. ما نظر داده ایم، در نظام نظر داده ایم، در دولت نظام نظر داده ایم، چی در قدرت جزایر، در نظام پا گته او در خلق پا گته، در حاکمیت پا گته ندی. دغه اختلافات د دشمن جرند ته وباچوي، د دشمن جرند او پلانونه لا شدل ته په افغانستان کې تطبیقوي. نو په دې خاطر تر هر څه بهتره دا ده چې باید اسلام ته مراجعه وسي، باید قانون ته مراجعه وسي، باید مقرراتو ته مراجعه وسي. در همین حال عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس میگوید که برای هیچ شخص و یا گروهی اجازه نخواهند داد تا باعث شود که میان مردم تفرقه ایجاد گردد. ارزش ها و دستاوردهای ملت و مردم ما، نیروهای امنیتی ما، حمایت از جهاد ما، مقاومت ما، تشکیل حکومت ما، انتخابات ما، رای ما و حاصل رای ما، ایجاد حکومت ما، حمایت از اینجا از این شیوه است. با این همه مسئولان در ریاست حج و اوقاف بادغیس بر حمایت و پشتیبانی علمای این ولایت از حکومت وحدت ملی تأکید می کنند و می گویند که مردم نباید با استفاده از قوم و زبان باعث نابودی خود و نظام شوند. یک دیگر را بپذیریم، اخوت و برادری داشته باشیم و خدای نخواسته کوشش نکنیم که تحت نام قوم و قومیت و زبان و تنظیم و تنظیم بازی قسمی که جناب معاون صاحب شورای ولایتی فرمودن یک دیگر را از بین نبریم، تغییر نکنیم. او زمان است که این ملت شاهد یک موفقیت بسیار عظیم و چشمگیر خواهد بود. صدای پشتیبانی از حکومت وحدت ملی در حالی از سوی ساکنان بادغیس بلند می شود که گفتگوها میان عطا محمد نور والی مستعفی بلخ و ارگ ریاست جمهوری بی نتیجه مانده است و همواره عطا محمد نور حکومت وحدت ملی را نامشروع و بی کفایت عنوان کرده است.